سلام به همه شما همراهان عزیز وبنگار، امیدوارم هر جا که هستین خوب و سلامت باشین و فرصت همراهی با گزارش امروزمون رو داشته باشین. علیرغم اینکه چند روز از آبان ماه میگذره، اما هنوز هم کلیپ هایی در گرامی داشته یاد شهدای قیام آبان در فضای مجازی منتشر میشه. کلیپی هست از گرامی داشته سالگرد شهید راه آزادی حسین کریمی. میتونوندنم مرگ جاریه، عمر خوندنم تمومه، بی تو لفظه ها سرد و غم زده مثل لفظه های کوچه. ای عزیز من تا تو با منی شعر غم یه شعر کوچه. بیا ای قصه دون شب بیداریه، نباشی پیش من یه دخمه کاریه. البته جنایت‌های رژیم آخوندی در دردهایی که به این خانواده‌ها تحمیل شده ادامه داره. همونطور که در این پست اومده نوشتن که مادر بزرگوار حسین قهرمان 3 هفته پیش بر سر سوگ جانگداز فرزندش متاسفانه با سکته قلبی جان سپردند و از دنیا رفتند. فیلم دیگری هست از یکی دیگر از شهدای قیام آبان که به تازگی منتشر شده، کلیپی از شهید راه آزادی وطن عبدالله قویمی. حالا پیام نیست کاکا سی همه دنیا باشد که همه در صلح باشند، آفرین، در آرامش باشند، میکاش باشد که همه رها باشند، رهای رها باشد که همه آگاه باشند، آگاه 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 باشد که همگی همگان شاد باشند، شاد باشند، شاد باشند. نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم به امید روزی که این خونهای شهدای راه آزادی به ثمر بشینند و آزادی و شادی و رهایی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن. اما سوم آذر ماه سال 88 و لبخند زیبای مجید کاوسیفر که در تاریخ ثبت شد و از طرف رویتر هم به عنوان عکس دهه شناخته شد، یکی از تصاویر ماندگار در تاریخ ایران هست. مجید کاوسیفر و به همراه برادرزادش به اتهام به هلاکت رسوندن قاضی مقدس به اعدام محکوم شدند و عکس هایی که از صحنه اعدام اونها به جا موند در سال 2009 توسط خبرگزاری رویتر به عنوان عکس دهه شناخته شد. در سالگرد این موضوع یاد اون رو زنده کردند و با انتشار این تصاویر و شعر شاملو یاد مجید و برادرش رو گرامی داشتند. هرگز از مرگ نه هراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. حراس من باری همه از مردن در سرزمینی نیست که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افسون باشد. اما در بین خبرهای ترازی طی روزهای اخیر اعتراضات کشاورزان اصفهان که همچنان ادامه داره و این چندمین اعتراض اونها هست، جزو خبرهای پربازدید بود که در خراسان به خاطر خواسته های برحق خودشون برای تامین حقابه و بازگشایی زاینده رود دست به تجمع زدند. تصویر دیگری هست از این تجمع و گفتن که این کشاورزان خواهان این شدن که با باز شدن آب زاینده رود به خواسته اونها برای تامین حقابشون و ادامه کار کشاورزیشون پاسخ داده بشه. اما همچنان یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم موضوع گرانی هست و صف های طولانی که در شهرهای مختلف به راه افتاده برای تهیه مرغ، روغن یا سایر مواد غذایی. تصویری هست از شهر ری، میدان میوه و تره‌بار و صف طولانی که برای تهیه مرغ مردم تشکیل دادن. کاربر دیگه عکس رو منتشر کرده از حسیرآباد اهواز و گفته که در شرایطی که کرونا بیداد میکنه شاهد صف خرید مرغ منجمد هستیم. و کاربر دیگه با انتشار فیلمی از میدان میوه و تره‌بار جمالزاده در تهران نوشته که مرگ بر خامنه روحانی که اینطور مردم رو مجبور کردن ساعتها در صف بایستن، اون هم در این گرانی و سرما و کرونا. اینا این وضعیتی که گفتم رئیس بابت توزیع مرغ بین مردم تو این وضعیت کرونا، نه صفی رعایت میکنن نه اینا هم بنده خدا،
مسئول اینجا هم نمیتونن گذاشته. من بهترین راش همونه که واسه چی باید تنافیشی یا ساعت قبلش اعلام کنن. فیلم دیگه ای هست از صف طولانی مرغ در یکی از فروشگاه های قم و این کاربر نوشته که مثلا مردم رو قرنطینه کردن و گفتن باید محدودیت ها رعایت بشه، اما میبینیم که چنین صحنه هایی هست که در شهر ایجاد شده و مرغ رو 35 تومن کردن، بعد مرغ دولتی رو 18 تومن میدن و مردم رو اینطوری به خیابون میکشونن. امروز سه شنبه 4/9/99 هستش، اینجا فروشگاه میدان کشاورز هستش. حالا ببینیم چه خبره اینجا. واقعا داریم بکنم مبارزه میکنیم. من از شما مسئولین گرم با این صفحه توضیح مورگتون بگم. صفحه خانوم هستش. واقعا داریم بکنم مبارزه میکنیم. دیگه جمعیت شمس کم شده. دیدن چنین صحنه هایی به خوبی اثبات میکنه که چقدر شعارهای روحانی شیاد و سایر کارگزاران رژیم برای مقابله با کرونا توخالی و مضحک است. فیلم دیگه ای هست از مردش استان فارس، مردمی که برای خرید روغن خوراکی صف بستن. الان همه تو میدونم اینستاگرام. کاربر دیگه هم عکسی رو از تبریز منتشر کرده و صف‌های طولانی برای خرید مرغ منجمد دولتی و نوشتن که این محدودیت‌های توخالی و شعارهایی که رژیم میده نشون دهنده این هست که خود رژیم خواهان گسترش کرونا هست و این صحنه ها اثباتگر این موضوع. آخرین فیلم هم مربوط به آذربایجان غربی هست، در حالی که در روزهای اخیر فرماندار این استان مدعی شده بود که هیچ مشکلی برای تهیه آرد و نان وجود نداره، اما هنوز هم مردم با کمبود نان و آرد مواجه هستند و گاهن ساعتها از صبح زود در صف میستن و دست خالی برمیگردن. فیلمی هست از صف نان در ارومیه. همطور که میبینیم دستاورد رژیم ولایت فقیه برای مردم چیزی نبوده جز فقر و محرومیت و رنج و گرانی و کرونا، و در چنین شرایطی هست که مردم رو اینطور به قتلگاه کرونا میفرسته و پاسخگوی این وضعیت هم نیست. ممنون که با این بخش همراه بودین. توجهتون رو به سایر بخش‌های سیمای آزادی جلب می‌کنم.